سلام به روی ماهتون. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال طبیب من. توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ یکی از گیاهان دارویی دیگه به نام آقتی سیاه. آقتی سیاه یا همون انگور کلی به صورت درخچه‌ای رشد میکنه که ارتفاعش تو نواحی مساعدتر به 10 متر هم میرسه. این درخچه معمولا تو کنار جاده ها و حاشیه جنگلا و تو نواحی مرطوب و سایه دار رشد میکنه و توی ایران تو نواحی آذربایجان و همدان بیشتر از بقیه جاها دیده شده. برگ های این گیاه سبز رنگه، به صورت بیضویه و دندونه داره و مرکب از 5 تا 7 تا برگ چست. اگه برگه هاش شکسته بشه و یا مالش داده بشه بوی بدی ازش استشمام میشه و گلاش به صورت سفید رنگ و خوشه‌ایه که تو اواخر بهار ظاهر میشن. این گیاه انواع مختلفی داره، اما دو نوعشه که برای ما اهمیت دارویی داره. نوع اول آقتی صغیر و نوع دوم آقتی کبیره که تو شمال کشور و تو حوالی همدان، تهران، سمنان و کردستان یافت میشه. این گیاه توی اروپا، تو کشورهای فرانسه و اسپانیا و ترکیه و توی آسیا بیشتر تو کشورهای ایران و عراق دیده شده. میوه آقتی سیاه مثل انگور گوشتی و به رنگ آبی سیره، اما قسمت مورد استفاده این درخچه گل، برگ و پوست داخلی ساقشه. از نظر ترکیبات شیمیایی پوست این درخچه و برگاش موادی دارن مثل ساوبوسین، سامبونیگرین، کولین، سیکوتین و مقدار کمی نیترات پتاسیم و داخل گلهاش الدیرین و مقدار کمی اسانس هم وجود داره. وقتشه که از معرفی این گیاه بگذریم و برسیم سراغ مهمترین بخش این گیاه، یعنی خواص درمانیش. از نظر طب سنتی طبع این گیاه سرد و خشکه، پس افراد سرد مزاج نباید ازش استفاده بکنن. اگر هم استفاده میکنن باید در کنارش عسل هم بخورن. این گیاه میتونه برای درمان روماتیسم و درد مفاصل مؤثر باشه. این گیاه ملین و ضد یبوسته و بهترین دارو برای رفع یبوست تو افراد سالخورده است و برای کسانی که انقباضات روده بزرگشون ضعیف شده هم به شدت موثره. علاوه بر یبوست، دم کرده برگ‌های خشک شدهش میتونه تو رفع اسهال هم موثر باشه. این گیاه تو برطرف کردن درد بواسیر به شدت موثره. برگ‌های تازه این گیاه رو میتونید له بکنید و یا اینکه از اون پمادی تهیه بکنید و روی بواسیر قرارش بدید. اگه خارش بدن کلافتون کرده، کافیه پوست ساقش رو تو روغن بجوشونید و سپس اون رو صاف بکنید و بذارید کمی سرد بشه. بعدش کافیه که روغن رو روی قسمت مورد نظرتون بمالید. خدایی نکرده اگه بدنتون دچار شکستگی شد، برای جوش خوردن استخونتون و مداوای شکستگی استخون از دم کردی ریشه این درخچه میتونید استفاده بکنید. دم کردی گلهای خشک شده آقتی سیاه میتونه تو درمان سرماخوردگی و بیماری های دستگاه تنفسی و نقرس کمکتون بکنه و بخور دادن گلهای آقتی سیاه میتونه تو درمان بیماری هایی مثل سل مفید باشه و اخلاط چسبناک رو از گلو خارج بکنه. از اونجایی که این گیاه ادرارآوره، میتونه تو درمان بیماری های کلیه و مجاری ادرار کمکتون بکنه. تا اینجای ویدیو اگه براتون مفید و جذاب بوده حتما ویدیو رو لایک بکنید. اگه از این دست از ویدیوها خوشتون میاد کانال ما رو حتما سابسکرایب داشته باشید. زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید تا وقتی ویدیوی جدید گذاشته میشه با خبر بشید. حالا اگه از معرفی خواص درمانی این گیاه بگذریم، میرسیم به معرفی بهترین روش‌های مصرف این گیاه. تو روش اول کافیه 60 گرم پوست ساقه، برگ یا میوه این درخچه رو توی 1 لیتر آب بریزید و بذارید دارومی بجوشه تا حجمش نصف بشه. بعدش کافیه اون رو صاف بکنید و نوش جام بکنید. اما توی روش دوم کافیه 10 الی 20 گرم از برگ‌های خشک شده این درخچه رو تو 1 لیتر سرکه بریزید و بذارید به مدت 2 هفته بمونه و هر روز اون رو هم بزنید. بعد از اینکه 2 هفته گذشت اون رزی صافی رد بکنید و داخل یه شیشه دربسته بریزید و ازش نگهداری بکنید. دستور عمل مصرفش هم به این صورته که 3 بار در روز یه قاشق سوپوری ازش میتونید میل بکنید. روش سوم به این صورته که اگه بخواید برای شستشوی زخم هاتون از این گیاه استفاده بکنید،
کافیه 100 گرم گل خوشتری این درخشه رو توی 1 لیتر آب جوش بریزید و به مدت 10 دقیقه دمش بکنید و از این دم کرده برای شستشوی زخم‌هاتون استفاده بکنید. روش چهارم، میره سراغ میوه‌های آختی سیاه که کافی شما اونها رو فشار بدید تا شیرش ازش خارج بشه. برای استفاده از این شیره کافیه که یه قاشق ازش رو توی 1 لیوان آب مخلوط بکنید و نوش جان بکنید. اما حواستون باشه، استفاده زیاد از آختی سیاه ممکنه باعث تهوع و همچنین ورم روده هاتون بشه. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوی معرفی و خواص درمانی گیاه آفتابگردون رو از دست ندید.